سلام بیننده عزیز، خوش آمدید به چنل امیگریشن و فرصت مهاجرتی. خب دوستان عزیز، ما روز قبلی یک ویدیو در مورد ای که اداره مهاجرت سویدن درخواست پناهندگی زنان افغان را قبول می کند، در این زمینه من یک ویدیو منتشر کردم و بسیاری از شما دوستان عزیز کامنت داده بودین و گفته بودین که میشه نحوه ثبت نامش و بعضی معلومات که کم واضح تر شود در مورد پناهندگی به کشور معلومات ارائه کنین. خب من وارد چند بخش شدم امروز، هم وارد گوگل، هم یوتیوب و هم بخش های مختلف، و خواستم در این زمینه معلومات به شما دوستان عزیز جمع‌آوری کردم. پس تا آخر ویدیو با ما باشید. معلوماتی که نحوه خانه‌پوری در مورد فرمش است و همچنان از کدام طریق ما میتونیم خانه پوری کنیم، آیا در افغانستان میشه خانه پوری شویم، آیا ما در کشور خارج از ما میتونیم به این فرم ثبت نام کنیم، و در کل معلومات است. خواستم با شما همچنان به اشتراک بگذارم، پس تا آخر ویدیو با ما باشین. خب در نخست ما وارد Embassy of Sweden in Kabul شدم. وقتی که وارد این صفحه شدم، جزئیاتی که در این صفحه ما برسارده بودم فقط این بود که اینها گفتن که سفارت سویدن در افغانستان به تاریخ 21 آگست 5 آگست بسته شد. اما اینها ایجا سه مرجع را با ما شما گذاشتن، گفتن که ما چه رقم میتونیم ثبت نام کنیم. خب اینها معلومات دادن در ایجا و گفتن که شما میتونین از دو طریق ثبت نام کنین. اول ای که اشخاص که در کشور سوم هستن، یعنی اسلام آباد، تهران و نیو دهلی. اگر افغان هایی که در این کشور ها هستن، شما میتونین به سفارت این کشور برین و از طریق سفارت کیستان بندازین و کیستان را به پیش ببرین. و دومی که ما میخواییم از طریق اپلای ثبت نام کنین، در ادامه همچنان در این زمینه همچنان براتان معلومات هم میگم. اما پیش از او اداره اینها گفته که اداره مهاجرت سویدن نمیتواند استثناء قائل شود یا درخواست های افغانستان را در اولویت قرار دهد. از همین خاطر روند درخواست برای همه چیز یکسان است. هنگام درخواست اجازه اقامت به دلیل روابط خانوادگی یا هم اعضای خانواده شما، نیز باید به سفارت سویدن در کجا کجا، در دهلی، تهران یا هم اسلام آباد مراجعه کنند. و دومی که گفته که چه کسان واجد شرایط به پناهندگی در سویدن است. اگر به دلیلی که ترس اساسی از خشونت، آزار و شکنجه، جنگ از بازگشت به کشور خود یا کشور که قبلا در آن زندگی می کردید می ترسید، و یا هم اگر در خطر آسیبی جدی در آن کشور هستید، میتونید در سوئد درخواست حمایت کنید. و همچنین یک سوال دیگه شده که پروسه پناهندگی در سوئد یا سویدن چقدر طول میکشه. خب به شکل خلاصه که من خواندم، خلاصه‌ش این است که در سال 2020 روند پناهندگی مجموعاً در 302 روز از 160 خلاص میشد، اما در سال 2021 پایین آمد. روز در 256 روز کسی یک نفر خلاص میشده، اما از سال 2022 تا فعلا نان است. خب در این صفحه من همینقدر معلومات برساردم و در اینجا که من کلیک کردم مرا پس دایرکت کرد و برد به این صفحه که من روز قبلی همچنان در همین مورد من معلومات دادم. اگر کسی ندیده این ویدیو را میتونین در این قسمت میشه که ظاهر شوش، ما میتونین که ویدیوی گذاشته را همچنان ببینین. خب وقتی که وارد این صفحه شدین، این قسمت خط سرخ دوم کلیک کردم و ما وارد خب دوستان عزیز، وقتی که وارد این صفحه هم شدم، این صفحه را مکالش مطالعه کردم و دیدم که کدام ایمیل در این صفحه اینها نگذاشتن. خب فقط اینها توضیحاتی که دادن، گفتن که شما تنها میتونین از طریق سفارت که سایتان رو پیش ببرین و تا فعلا کدام ایمیل آنلاین وجود نداره. در صورتی که کدام ایمیل باشه، ما میتونیم در این قسمت بخش نیوز منتشر میکنیم.
خب تا سال 2023 که اینها پلان دارن و که از او وقت شروع میشه تا وقت اگر کدام اخبار جدیدی که در این زمینه منتشر میشه من کوشش میکنم همه شانه هر چیزی که جدید در این زمینه منتشر میشه با شما به اشتراک میگذارم. پس تشکر از اینکه تا قسمت ویدیو با ما بودین.